با درود خدمت شما بزرگواران، ببخشید با عینک هستم. سر فیلم برداری چشای ما رو برق زد و متاسفانه حساسیت داریم و امروز رو به این شیوه در خدمتون هستیم. پیشاپیش عذرخواهی ما رو پذیرا باشید. در مورد بسته شدن پیج علی خامنه ای در فیسبوک و اینستاگرام میخواستم به چند نکته اشاره کنم که متاسفانه در اکثر رسانه ها بهش پرداخته نشده. این موضوع برمیگرده به دیجیکالا و برصد حاشیه هایی که برای دیجیکالا ایجاد شد و تلاش میکنم در ادامه به این موضوع بپردازیم. قبل از این باید به روند ممنوعیت واردات محصولات اپل و رجیستر کردن محصولاتش برسیم که این برصد نشان از همون نظم جدیدی هستش که بر اساس چند دو قطبی یا چند قطبی های در جهان شکل میگیره و مثل دوران قبل از فروپاشی شوروی، جهان کمونیستی، جهان کپیتالیستی، الان هم جهان اندرویدی و جهان برصورت iOS هستش و اینها تلاش میکنن جغرافیای بیشتری رو به واسطه مافیایی که در داخل اون جغرافیا دارن به دست بیارن و نهایتا هم همشون زیر نظر NSA هستن. حالا بحث ما بحث دیگری هستش و این رقابت ها و این برندسازی ها عملا یکی از ساختارها و الگوریتم نظم نوین هستش. شرکت دیجیکالا که چندین وقت تلاش شده توسط ارزشهای ولایی مورد هدف قرار بگیره، دیدیم که چند روز پیش به واسطه یکی از تبلیغاتش دادستانی علیهش اعلام جرم کرد و همزمان با اون پیج علی خامنه ای بسته شد. به هر صورت گوگل، ویندوز و متا طی یکی دو ماه گذشته با همدیگه جوین شدن و به واسطه حالا کار روی و هوش مصنوعی و فرایندهای ارتباطیشون تقریبا یک قطب تشکیل دادن و از دیجیکالا یکی از به صورت ارائه کننده های محصولات اندروید هست و لابی های بسیار قوی در داخل ایران داره. حالا چند وقت پیش هم در موردش صحبت شد، حالا نمیخوایم مرور کنیم. برای همین زمانی که دیجیکالا رو تحت فشار قرار دادن و حذفش خواستن بکنن، پیج علی خامنه‌ای بسته شد. حالا چرا میخوان دیجیکالا رو بزنن؟ بحث برمیگرده به همین رمز ارزها یا فجرانه‌ای که به عنوان یارانه داره استفاده میشه. اینها یک برصد پول یا مفتی هستش که شرکت‌های مختلف دارن تلاش میکنن از این برصد یارانه‌ها استفاده کنن و محصولات بیکیفیتی که بسیار ارزان توسط وزارت صمت تهیه شده به مردم در طرح برصد فجرانه که برصد نزدیک انتخابات هم هست و قبلش هم گفتیم این یک طرح آزمایشی برای رسیدن به سند BC در مورد رمز ریال و اعتبار اجتماعی هست رقم خورده و کفتارهای ولایی تلاش دارن میکنن که از این پول یامفت استفاده کنن و اگر شما نگاه بکنید خیلی از برصورت فروشگاه های آنلاین هم مثل دیجیکالا کالابرگ رو قبول میکنن. الان اونجوری که وزیر سمت اعلام کرد، بین وزیر رفاه و تعاون گفتش، گفت بین هر ما جوری قانون رو تصویب کردیم که بین مشتری و فروشگاه بین 150 تا 170 متر فاصله باشه. یعنی به گونه ای هستش که این هول دادن شما سمت رمز ارز به حال جادهش تسهیل شده. برای موضوع هستش که خیلی ها در لابی مخالف تلاش میکنن دیجیکالا رو که به هر صورت یک بنگاه با ارزش مجازی هست رو از به صورت از این اعتبارات و از این رانت ها بدور کنن و خودشون این بیشترین سهم رو ببرن. و اگر هم شما دقت کنین حتی اسنپ فود هم این کالابرگ ها رو قبول میکنه و عملا دارن کار میکنن که این سیستم رمز ارز در داخل ایران برای عادی سازی بشه و یواش یواش از سال 1403 حقوق بازنشستگان و بخشی از کارمندان دولت رو بخشش رو به واسطه همین رمز ارزها بدن. این یک طرح آزمایشی که حالا هفته پیش در موردش صحبت کردیم. برای همین صفحه اینستاگرام علی خامنه ای اولا صفحه ایرانیش 5 میلیون میگن مشترک داشت که به صورت علی خامنه ای در داخل ایران آنچنان دیگر احترامی نداره و اکثریت از این عبور کردن و بسته شدنش فقط خط و نشان کشیدن لابی های اقتصادی و اطلاعاتی هستش. در این جغرافیایی که ما زندگی میکنیم الان شرکت هایی مثل اپل، گوگل، ویندوز خط قرمز هایی دارن و این خط قرمز ها اگر ازشون عبور بشه با محدودیت ها روبرو خواهیم شد. وگرنه علی خامنه ای طی چندین سال گذشته خشونت رو ترویج کرده،
هزاران بار از خطوط قرمزی که برای انسان‌های عادی تعریف شده در اینستاگرام، در توییتر عبور کرده، ولی خب دیدیم که سیاست به گونه‌ای هستش که تا زمانی که منافعشون در ایران تأمین میشه با اینها بعدها چراغ سبز نشون میدن، زمانی هم که نباشه به راحتی حساب رو میبندن. ولی خب متاسفانه این حجم از رسانه‌ای که به هر حال در خارج از ایران هست همشون خزعبل میگوین و به نظر من این پولها داره هزینه میشه که مردم خبر واقعی رو نشنون. یعنی ایران اینترنشنال، بی بی سی و چندین کانال مختلف خبری هستن که به شما اجازه ندن که خبرهای واقعی رو بشنوید. واقعا وقتی مرور میکنن به برصورت، به خاطر کارم اصولا بعد از ظهرات اکثر شبکه های خبری رو چه ایرانی چه برصورت خارجی مرور میکنن و وقتی به شبکه های ایرانی مثل ایران اینترنشنال میرسن، آدم دوست داره واقعا سرش رو به دیوار بکوبه که این حجم از حماقت هر روز داره به مخاطب ارائه میشه و الان شده بنگاه خبری مردم عوام. برای همین هستش که خیلی از موضوعات رو شما باید فارغ از خبرها و از رسانه‌های کوچکی که آزاد هستن دنبال کنید و سعی کنید دنبال حقایق باشید، نه این بر صورت نشخوار کردن شبکه‌هایی که هر روز یک سری از مسائل رو تکرار می‌کنن و عملاً باعث میشن مغز شما محدود شه و تمام راهکارها برای برون رفت از مشکلات رو ببندن.